به رغم ادعاهای آخوند رئیسی مبنی بر بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم، شاهد اوجگیری اعتراضات اخشار محروم به خصوص کارگران میهنمون هستیم. در اینجا همراه میشیم با خانم زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام میکنیم به شما خانم میرهاشمی و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. من هم به شما سلام میکنم، به بینندگان و شنوندگان سیمای آزادی سلام میکنم و به هموطنان مسیحی و کسانی که با سال میلادی زندگی میکنند تبریک میگم و برای سیمای آزادی موفقیت آرزو میکنم مثل همیشه. بفرمایید. خیلی ممنون از شما خانم میرهاشمی. میخواستم در ادامه مقدمه‌ای که گفتیم از شما بپرسم که ابعاد این اعتراضاتی که الان بهش اشاره کردیم به چه صورت هست؟ ببینید، این ادعاهایی که به رئیسی میکنه، خب در حداقلش با تو دو جا خودشو نشون بده دیگه. یکی سفره مردم، معیشت مردم، یکی هم ارقامی که در رابطه با مسئله فقر هستش، بیکاری هستش و تورم هست، نقدینگی هست و اینا. به اون سفره مردم، وضعیت معیشت مردمی که میگیم، این خودشو در خیابان، در حرکت‌های اعتراضی که به طور مرتب هستش نشون میده ابعادش. شما به ابعاد این اشاره میکنید. ببینید، در اون تو مسئله حرکت‌های اعتراضی کارگران، نیروهای کار، ما تو نبرد خلق هر ماه یک برجسته ترین حرکات رو به ثبت میرسونیم. ببینید، در آذر ماه، یعنی فقط در یک ماه، 284 حرکت اعتراضی به ثبت رسیده. یعنی حساب بکنید که در ماه که 30 روز هستش، هر روز چندین حرکت بوده. در 30 روز 284 حرکت اعتراضی بوده که این حرکت‌های اعتراضی از جنبش سراسری بازنشستگان هستش، کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستش، پرستاران و کادر درمانی هستش، اعتصاب بازاریان هستش. این یک مجموعه هستش. البته خب در جاهای دیگه هم اعتراضات هستش که من فقط به نیروهای کار اشاره کردم. بعد در مورد این ادعا، خب وقتی که این ابعاد رو ما میبینیم، این همه اعتراضات هستش، جریان داره، با توجه به اینکه ادعاهایی که مطرح میشه، خب خود همینا، یعنی کف خیابان یا بگیریم محل کار کارگران، نشون میده که این ادعاها بی خود هستش. اما برگردیم به خود همین اعداد ارقامی که از طرف خود درها نهادهای حکومتی داده میشه. یک مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع روز همین یک شنبه دهده یک گزارشی داده بود که نفی میکنه همین رشد اقتصادی که رئیسی جلاد ادعا میکنه. میگه که اگر نفت رو ما در نظر نگیریم، رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در تابستان امسال منفی 0.4% بوده است. خب اگر رشد میکنه، پس باید این صنعت رشد بکنه، باید بیکاری رشد بکنه، باید همه اینا باشه. خب به خودشون اون چیزی که واقعیت جامعه هستش اینها رو رد میکنه، این ادعاهای اینا، و به ویژه همین ابعاد اعتراضات و اعتصابات و کارگرانی که مطرح کردیم، خودش رد میکنه همین ادعاها رو. بله، با تشکر از همه توضیحاتی که دادید، میخواستم بپرسم که این رشد کمی و کیفی همین اعتراضاتی که الان شما اشاره کردید بهش، اعتراضات اخشار مختلف، چه پیامی داره؟ ببینید، پیامش نگاه بکنید به شعارهایی که در کف خیابون داده میشه در حرکت‌ها و اعتراضی. این پیام در حقیقت از این شعارها خیلی مشخص داده میشه. یک تداومش هستش، علارغم همه ادعاهایی که حکومت میکنه یا وعده‌هایی که میده، این تظاهرات ها و این اعتراض ها تداوم داره و هر روز بیشتر میشه. خب
از نظر شعارهایی که مطرح میکنن پیامش رو میدن، نشون میده که این حرکت های اعتراضی فقط جنبه مطالباتی نداره، بلکه دقیقا سیاسی هستش و به مسائل روز برمیگرده. یعنی اون مشکل اصلی وضع خودشون رو در حکومت میبینن، نه در محدوده یک به اصطلاح بگیریم مثلا سازمان تامین اجتماعی رو در نظر بگیریم، در محدوده مدیریت یا مثلا در محدوده کارخانه، نه دقیقا به هرم قدرت برمیگرد. ببینید همین امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز چند تا شعار دادن، من شعاراشون رو مطرح میکنم اینجا، چند تا شعار البته با توجه به وقت، فقط ببینید چقدر این مسئله سیاسی است. یعنی در بستر یک جنبش انقلابی که در ایران جریان داره، تمام این مطالبات یا این شعارها هم الزاما سیاسی میشه و به حکومت برمیگرده. و خود حکومت هم چیه؟ شما حساب بکنید که الان مسئله معیشت و به یک شعبده بازی انتخاباتی که میخوان راه بندازن، از امامان جمعه تا که نماینده های خامنه ای هستن و خود خامنه ای داره مطرح میکنه که با بیانی داره میگه که اگر رأی ندین وضع بدتر میشه، وضع معیشت. یا اینکه مثلا من این شعارها رو مطرح میکنم، ببینید چقدر شعارها سیاسی هستش، به حکومت برمیگرده، شرایط روز میگه که توی اهواز همین امروز تظاهرات بده، میگه کشور رو غارت کردن، ما رو بیچاره کردن، عدالتی ندیدیم از بس دروغ شنیدیم، دولت بیکفایت دستش تو جیب ملت، دولت حاج رئیسی سخت افتاده به پیسی، ما دیگه رأی نمیدیم. ببین دو تا شعار آخر قشنگ نشون میده مسئله رأی دادن و علارغم به سلاس التماس نمیدونم علم الهدا رو بگیری که میگه اگر میخواد وضع معیشتون بهتر بشه باید بیان رأی بدین، یا معاون نیروی دریایی سپاه مطرح میکنه که اگر کسی رأی نده فکر میکنی دلار پایین میاد یا مرغ ارزون میشه، یعنی یه جوری میخوام بگن که بیان شرکت بکنین در این انتخاباتی که واقعا یه نمایش هستش، اینا میخوان بگن که وضعتون بهتر میشه. خب این شعار نشون میده اصلا فریبه، یعنی میگن شما دروغگو هستین. بعد اون دولت حاج رئیسی افتاده به پی سی، خب این معلومه دیگه، یعنی اینکه پی سی یعنی در اینکه تمام این حرفایی رو که میزنه، ادعایی رو که میکنه در کف خیابون مردم بهش جواب میدن. من فکر میکنم پیام مردم در کف خیابان دقیقا نشون میده که اون چیزی که مشکل هستش، یعنی معیشت مردم رو هر روز فقیرتر میکنه، خود این رژیم هستش و تا زمانی که این رژیم هستش مشکل حل نمیشه، پس باید این رژیم بره تا مشکلشون حل بشه. یعنی به این سطح رسیده پیام مردم در خیابان به این رژیم. بله، با تشکر از شما خانم میر هاشمی به خاطر شرکتتون در این گفتگوی این ساعت ما، همطور پاسختون به سوالات ما در مورد ابعاد اعتراضات و تاثیراتون در این شرایط، خیلی ممنون و موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون از شما.